سلام، وقت بخیر. میخوایم شروع کنیم به رسم الگوی بالاتنه به روش متریک. روشمون متریک اصل و اساس روش متریک هستش. الگوی بالاتنه رو میخوایم بهتون درس بدیم. روش متریک 3 تا فرمول اصلی داره. یکی برای بلندی کف حلقه آستین، یکی برای پهنای پنس سینه و یکی برای بلندی سینه. 3 تا فرمول اصلی این روش داره که از روی اندام سینه همه محاسبه میشه. 1/10 دور سینه رو اگه به علاوه 12.3 بکنی، بلندی کف حلقه آستین به دست میاد. پهنای پنس همیشه 1/8 دور سینه منهای عدد ثابت 4 هستش و بلندی سینه 1/4 دور سینه به اضافه 2 تا 3 سانتی متر هست. حالا برای یکی از سایز ها اینا رو محاسبه میکنیم. فرض میکنیم که دور سینه شخص باشه 112. تازه میخواییم شروع کنیم به رسم الگوی بالاتنه، الگویی که دور سینه اون شخص 112 هستش. خب دور سینه خیلی عدد مهمی تو روش متریک هستش. اگه 1/10 رو به دست بیارم، یعنی دو رقم اولش میشه 1/10، میشه 11. به علاوه عدد 12.3 که بکنم میشه 23.3. 23.3 بلندی کف حلقه آستین شخصی هستش که دور سینه‌اش 112. یه مطلبی داریم ما توی متریک به نام پهنای پنس سینه. همون پنس سرشانه سایر روش ها هستش که اینجا اسمش پهنای پنس سینه میشه. 1/8 دور سینه رو باید حساب کنی، یعنی 112 رو تقسیم بر 8 کنی، منهای 4 سانت کنی. من این کنار 112 رو تقسیم بر 8 میکنم. 1/8, 9, 10, 11, 12, 5, 8, 40 1/8 میشه 15. حالا اگه از خوردش هم صرف نظر 14 منهای 4 سانت میشه 10. این عدد 10 میشه پهنای پنس سینه این شخص و بلندی سینه میشه 1/4 عدد 112 به علاوه 2 تا 3 سانت. 1/4 میشه چقدر؟ 1/4 میشه 28. به علاوه 3 سانت هم که بکنم 29, 30, 31. بلندی سینه این شخص هم 31 هستش. خب این اعداد رو ما داریم با داشتن این اعداد و اعدادی که بهتون میگم: دور گردن، دور سینه، دور کمر، دور باسن، کارور جلو و پشت، دور بازو، دور آرنج، دور مچ، بلندی آستین، قد بالاتنه جلو و قد بالاتنه پشت. میخواییم شروع کنیم به و همچنین طول سینه و فاصله دوتا سینه از هم. با داشتن اینها قد از کمر تا باسن، قد از کمر تا باسن هم برای افراد مختلف بگیریم که ما فعلا برای همه داریم 20 میگیریم این عدد رو. این اندازه ها رو داشته باشید که شروع کنیم به رسم الگو. یه روش دیگه هم داریم بچه ها که شما میتونید دور سینه، دور کمر و دور باسن شخص رو بیاین بگیرید از روی بدنش، بقیه اندازه هاشو طبق دور سینه سایزش رو از روی جدول مشخص کنید و بقیه اندازه ها رو از روی جدول بردارید. مثلا من برای یه شخصی اومدم دور سینه‌شو گرفتم 111. 111 تقریبا با دور سینه سایز 48 برابره توی کتاب. 111 یا همون 112 اگه بخوام بگیرم با سایز 48 کتاب برابره. هر کسی دور سینه‌اش سایزشو مشخص میکنه. دور سینه هر شخصی مشخص کننده سایزشه. دور سینه رو تو نازک دوز یه مقدار آزادتر میگیریم. خب 112 اگه بگیرم به جای 111 میتونم دور کمرش رو دور کمر شخص بذارم. ببین دور کمر کتاب 92 اما اون شخص دور کمرش 98. من 92 رو خط میذارم، 98 میذارم. بعد دور باسنش هم دور باسن شخص رو میذارم، همین 117 هستش و سایر اندازه هاشو فعلا از روی جدول برمیدارم و اندازه